سلام همه دوستای زوبیتی، آنباکس ردمی نوت 7. این اول گوشی سال 2019 که ما میخوایم بررسیش بکنیم، اما یک سری ویژگی داره که میخواد اون رو تبدیل بکنه به یکی از بی‌رقیب‌ترین گوشی‌ها تو بازارهای مختلف. اول من این نکته رو بهتون اشاره بکنم که ما اینجا ردمی نوت 7 رو داریم و دیگه کلاً برند ردمی از شیائومی جدا شده، یه جورایی مثل همون اتفاقی که برای آنر و هواوی افتاده. حالا ردمی نوت 7 همونجوری که دارید می‌بینید یه جعبه خیلی ساده داره نوشته شده و اصلا این قسمتش خیلی جالبه، اینکه حالا از یه حالت آبی رنگ رفته به سمت قرمز رنگ، دلیلشون متوجه میشید. پشت دستگاه نگاه بکنیم، سه تا قسمت خیلی مهمش رو مشخص کردم. یکی دوربین 48 مگاپیکسلیشه، یعنی ما باید یه انتظار خیلی بالایی داشته باشی، اونم توی دستگاه 150 یورویی. بعد اسنپ دراگون 660، مسلما خب بالاخره اسنپ دراگونه و و و همه ویژگی خوبی که میتونه داشته باشه. و اما نکته سوم، گوشی ردمی نوت کلا باتری خیلی خوبی داره و اینم دقیقاً طبق معمول یه باتری 4000 میلی آمپر ساعتی داره، که خب یه باتری که شما فقط کافیه نگاهی به رقباش بندازید تو این رنج قیمت ببینید که خب خیلی حرف برای گفتن داره. اما تو این نسل یه حرف دیگه هم میخواد بیشتر بزنه و اونم پشتیبانی از کویک شارژ 4 که خب دیگه تمام و عیار کامل میشه. یه قسمت هم زیرش توضیح بدم در مورد که ردمی نوت 7 الان دقیقاً ما نسخه‌ای که داریم 32 گیگابایت حافظه داخلی داره که 3 گیگرم داره. شما میتونید مدل 64 گیگابایت حافظه داخلش هم تهیه بکنید که 4 یا 6 گیگرم داره. بریم سراغ جعبه دستگاه. بله، همین قسمت اولش به رسم معمول میبینیم یه سری دفترچه و چیزای دیگه که اینجاست. خب یک قابی رو داریم میارش میبینیم که اصولا روی این گوشی ها همیشه قاب قرار میگیره، خود دستگاه دیگه. اینجا فقط بعد چند لحظه سکوت کرد که میبینید دلیل همین گریدیتی که رو خود جعبه اصلی دستگاه بودش هم دقیقا میتونید رو پشت این گوشی ببینید. جلوی دستگاه ما بریدگی داریم به صورت یک حالت دایره مانند قطره‌ای، یه همچی چیزی بالای دستگاه قرار گرفته. این کلیات دستگاه، من یک دور بهتون اینجوری نشون بدم. ببینیم بقیه محتویات داخل جعبه چیه. یک شارژری ما اینجا داریم و یک کابل تایپ سی هم داریم اینجا میبینیم. اما نکته مهم در مورد خودت آداپتورش، من خروجیش اگه بتونم متوجه بشم 5 ولت 2 آمپر. این هم میذاریمش کنار خود گوشی. اما قسمت مهمش این باز کردن چسباشه که خیلی مزه میده. اینجا که خب دوربین سلفی قرار گرفته بالاش، یه نوار خیلی باریکتری بالا مربوط میشه به اسپیکر جلوی دستگاه، جک 3.5 پشتش و حسگر اثر انگشت هم داریم میبینیم. دوربین بیرون زده، کنارهای دستگاه تخت، یعنی کاملا تخته، یک جوری نیست که یه حاشیه داشته باشه، ولی خب تو دست گرفتنش بد نیست. وزن دستم که 180 گرمه، حالا اونجا که خونده بودم، بازم اینم بد نیستش، خیلی خوبه. دستگاه به نظر سبک میادش، راحت میشه باش کار کرد. این همون دستگاهی که قراره کلی معادله رو جابجا بکنه. ردمی نوت 7 اولین گوشی با برند ردمیه که با وجود قیمت پایین مشخصات جذابی داره. از نظر طراحی ردمی نوت 7 شباهت زیادی به می پلی داره. وجود بریدگی در بالای نمایشگر، پنل پشتی با رنگ‌های ترکیبی، حسگر اثر انگشت در پشت گوشی و دوربین اصلی دوگانه از جمله این شباهت‌ها هستند. ردمی نوت 7 نمایشگر 6.3 اینچی با نسبت تصویر 19.9 و رزولوشن 1080 در 2340 پیکسل داره که چگالی 409 پیکسل در هر اینچ رو برآورده کرده. تقریبا 81% جلوی دستگاه مربوط به صفحه نمایش میشه که گوریلا گلس 5 از اون محافظت میکنه. پردازنده ردمی نوت 7 تراش 14 نانومتری اسنپ دراگون 660 که متشکل از 4 هسته 2.2 گیگاهرتزی و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی کرایو 260. پردازنده گرافیکی این چیپست آدرنو 512 هست و به خوبی از پس پردازش های لازم برمیاد. در بریدگی نیم دایره بالای نمایشگر این گوشی دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی قرار گرفته. باتری 4000 میلی آمپر ساعتی، درگاه USB نو اسی و جک مجزا هدفون از سایر مشخصات جدیدترین گوشی شیائومی تحت برند ردمیه. دوربین اولین گوشی ردمی میتونه با ترکیب 48 میلیون پیکسل 0.8 میکرونی و استفاده از پیکسل‌های مجاور در شرایط نوری مناسب عکسی رو خلق کنه که خروجی اون برابر با عکس 12 مگاپیکسلی با اندازه‌های پیکسل 1.6 میکرونیه. دوربین دوم 5 مگاپیکسل هم وظیفه تشخیص عمق تصاویر رو داره. حالا ردمی نوت 7 از این به بعد میتونیم با لوگوی جدید خودش در پنل پشتش ببینیم. ردمی بای شیائومی.
ستاپ دستگاه رو انجام دادیم، اومدش بالا و خب شما دارید می‌بینید دیگه، یه رابط کاربری خیلی تر و تمیزی داره، تقریبا میوای 10. ولی این قسمت مهمی که اینجا وجود داره حاشیه دستگاه است که شما دارید می‌بینید، حاشیه قسمت بالا. حالا با توجه به اینکه یک نیم هلالی هم اینجا اضافه شده مخصوص دوربین سلفی، با این حال بازم حاشیه بالای دستگاه کاملا قابل توجهه، همچنین حاشیه پایین دستگاه. از نظر نرم افزاری من هیچ مشکلی ندیدم که بگم ممکنه اینجا مشکل وجود داشته باشه با توجه به این ناچی که این بالا قرار گرفته. تقریبا همه چیز خیلی خوب داره اجرا میشه و سرعت کار کردن با دستگاه بد نیستش. چند تا اپلیکیشن رو میخوام سریع باز بکنم، البته یه تاخیر ریزی داره، لگیو من احساس میکنم اینجا با جسترهایی که داره یک لگی به نظر میرسه داره، حالا نمیدونم دقیقش چی میتونه باشه. اما بریم سراغ دوربینش. این دوربینش خیلی نکته برانگیزه، یک دوربین 48 مگاپیکسلی ای آی کامرا هم داره. سرعت عکس گرفتن که رو راضی کننده بود، چقدر لگ. خب جزئیاتو خیلی خوب داره نشون میده. حالا البته این سوژه‌ای که پشت قسم قرار گرفته یکم حالت خیلی مات پیدا کرده، یعنی یه لرزش کوچیکی داشته، ولی رابطه کاربریش و حالا چیزی که ما اینجا داریم می‌بینیم کلا خوبه. دستگاه میتونه با توجه به این قیمتی که داره یک دستگاه خیلی خوبی باشه. منتظر بررسی نهایی دستگاه و انجام تست‌های مختلف باشید. امیدوارم لذت برده باشید از این ویدیو. خدا نگهدار.